بیانیه چهل و سال سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران فصل دوم انتخابات مسخره مجلس و خبرگان ارتجا رفراندوم تحریم رای مردم به سرنگونی بخش اول نمایش انتخابات مجلس دوازدهم مانند مجلس یازدهم که پروژه خالص سازی در آن عملی شد برخلاف ده مجلس قبلی که در رقابت بین باندهای شریک در حرم قدرت شکل می گرفت با حذف تقریبا کامل اعتدالی ها و به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی توسط شورای نگهبان در روز جمعه 11 اسفند 1402 روی صحنه رفت در دور اول این نمایش 245 نفر به بهارستان اشغال شده راه یافتند و در دور دوم که روز جمعه 21 اردی بهشت 1402 انجام گرفت 45 نفر که 16 نفر آنها از تهران بود راهی مجلس شدند. سوت بودن انتخابات به ویژه در تهران آینه تمام نمای این مسحکه بود. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور با مانیتور بیوقفه 1941 شعبه رایگیری از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 به ترتیبی که جزئیات آن در اطلاعیه 12 اسفند 1402 این ستاد آمده است میزان واقعی مشارکت را 8.2 دهم درصد معادل 5 میلیون نفر اعلام کرد و به گفته خانم مریم رجوی تاکید کرد که این در واقع رفراندوم و رأی مردم ایران به سرنگونی دیکتاتوری دینی است. بر اساس آمار رسمی وزارت کشور از مجموع 7 میلیون و و نفر صاحبان حق رأی در حوزه انتخاباتی تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلام شر، در مجموع یک میلیون و نفر پای صندوق های گیری رفتند. بر اساس همین آمار که شامل آرای باطله و سفید هم هست نفر اول در این حوزه آخون نبویان 597,770 رای یعنی 76 درصد آرای واجدان شرایط را کسب کرده است. در یک سند از گزارش وزارت کشور شرکت کنندگان در تهران کمتر از 10 درصد و در کل کشور کمتر از 13.5 درصد بود. نفر اول تهران در دور اول 5 درصد آرای واجدان شرایط را کسب کرد. امید رسایی نفر دوم، امیر حسین ثابتی نفر سوم و نفر چهارم محمد باقر قالیباف بود. سه نفر اول از جپه پایداری و نفر چهارم کاندیدای اصلی شورای اعتلاف نیروهای انقلاب به خانید ارتجا شانا بود. این اعتلاف با مدیریت حداد عادل هدایت می شد. نو مسئول شورای ملی مقاومت در دوازدهم اسفند 1402 در ارزیابی سیاسی تحریم شعبده انتخابات خامنه ای طی پیامی گفت خلق قهرمان و شورشگران آزادیستان پیروزی ساختند شعار دیرین مقاومت رأی من سرنگونی است فراگیر شد خامنه ای در شکست فجی در مهندسی انتخاباتش بخش عمده منافع حاصل از خونریزی و کشتارها در غزه را از دست داد در مرداب انتخاباتی فرو رفت که از روز اول سال 1402 پس از سرکوب قیام 1401 به طور مستمر بران پا میکوبید. در داخل ایران و در منطقه و در سطح بین و مفتزه و مزحکه شد. اکنون باید مانند شاه صدای انقلاب مردم ایران را شنیده باشد. ضعف مفرط خلیفه فرتوت ارتجا و حاکمیت نامشروع آخوندی ثابت و برملا شد. نتیجه عملی این وضعیت برای ما شولور شدن و شولور کردن دوباره قیام هاست. گزارش های رسانه های رژیم در فردای نمایش انتخابات باستابی از پیامد تحریم در درون حاکمیت است. روز بعد از نمایش، محمد مهاجری روزنامه نگار اصولگرا در شبکه ایکس نوشت نتیجه انتخابات مجلس در اکثر شهرها حتی کلان شهرها و از جمله تهران عجیب و جالب است یعنی نفر اول یا دوم آراء باطل است جا دارد به اعضای محترم شورای نگهبان به خاطر این کاردستی هنرمندانه تبریک بگوییم در همین روز رسانه حکومتی نگین نیوز نوشت در حالی که حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد نزدیک به یک میلیون جمعیت دارد نماینده اصولگرای این شهر با پنجا و شش هزار و, و, بیست و نه رأی وارد مجلس شد. این در حالی است که در این حوزه 54195 رأی باطل به ثبت رسیده است. به گزارش رسانه حکومتی چند ثانیه دوازده اسفند 1402 آراء باطل در شهر تهران بیش از 500 هزار رای مادل 27 درصد آراء مخوزه است. رسانه حکومتی فرهیختگان وابسته به ولایتی مشاور ولی فقیه در چهاردهم اسفند از پایین ترین مشارکت انتخاباتی تاریخ جمهوری اسلامی نوشت و تصریح کرد که جامعه در ناراضی ترین شرایط ممکن سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و پرونده حوادث 98 و 401 که در خیابان باز شده بود در میدان سیاست هیچگاه بسته نشده است رسانه حکومتی همیهن هم در 16 همه اسفند 1402 نوشت متاسفانه بیش از 90 درصد تایید صلاحیت ها در پشت آراء باطله قرار گرفتند یعنی رایان ها کمتر از آراء باطله بود ده. دور دوم نمایش انتخابات مجلس رژیم در روز جمعه 21 اردیبهشت 1403 با تحریم بیشتری از دور نخست روبرو شد. رژیم در آمار رسمی مشارکت در تهران را با محاسبه آراء باطل 7 درصد واجدان شرایط اعلام کرد. نفر اول از 16 نفری که در دور دوم وارد مجلس رژیم شدند کمی بیشتر از 3 درصد آرای واجدان شرایط و نفر 16 هم دو و نیم درصد آرا را داشتند. بنابراین از سی نماینده تهران نفر اول تهران با 5 درصد و نفر سیوم با دو نیم درصد آرای واجدان شرایط وارد مجلس شدند. در نمایش ورشکستی انتخابات آخوندها در بسیاری از حوزه ها آرای باطله حائز رتبه دوم و سوم شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا تی تیر 1403 پزشکیان به شرکت تنها 8 درصد در دور دوم انتخابات مجلس رژیم از کرد که یک گواهی آشکار به صحت آمار و ارقام ارائه شده توسط مقامت ایران در نمایش انتخابات مجلس بلایت پقی است. مسئول شورا در 21 اردیبهشت 1403 پیرامون خروجی نهایی شعبده انتخابات خاطر نشان کرد نمایش بیرونق و از نفس افتاده دور دوم انتخابات مجلس بلایت فقیه اثبات صدباره شعار دیرین مقامت ایران است که اکنون با دریای رنج و خون و مهنت مردم ایران فراگیر شده است. رأی من سرنگونی است. در این رژیم جایی برای انتخاب نیست. زمان انقلاب است. این چنین سر مار بلایت به سنگ میخورد و حتی آخوند خاتمی که به بزدلی شهره است از ترس آبروریزی بیش از حد در نمایش شرکت نمی کند. ترفند جدید وزارت اطلاعات در حراس از قیام و سرنگونی معجون ترکیبی بقایای سلطنت و اصلاحات است. این مکمل جنگ افروزی در عرصه سیاست برای حفظ نظام و سپری در برابر قیام است. اما وقتی سرمار به سنگ می خورد، دوم آن دیگر جا و اثر ندارد. بنابر تجربه 45 ساله، پاسخ در آتش و قیام است. باقی، پسانه و سراب است. دبیرخانه شورا در اطلاعیه 22 اردیبهشت با عنوان سیلی دردناک بر بناگوش خامنه ای و تحریم نمایش انتخابات توسط 93 درصد مردم تهران طبق آمار حکومتی اعلام کرد خامنه ای و سرکردگان رژیم به رقم فراخانهای مکرر برای شرکت در دور دوم نمایش انتخابات مجلس ارتجاع، با تحریم همه جانبه و بی سابقه یک سیلی دردناک و فراموش نشدنی از مردم ایران دریافت کردند. به رقم همه آمارسازی ها و تقلبات طبق نتایج نهایی شمارش آرای حوزه انتخاباتی تهران بزرگ که صبح امروز توسط وزارت کشور اعلام شد مجموع آرای صحیح معخوزه در تهران 552,644 رای است که نسبت به دارندگان حق رای در همین حوزه 7,775,357 نفر طبق آمار وزارت کشور در دور اول انتخابات 7 درصد است. یعنی 93 درصد مردم تهران این نمایش را تحریم کردند. وضع برخ شهرستان ها از این هم بدتر است. طبق همین آمار، رأی نفر اول تهران 271,094 فقط 3,48 درصد واجدان و رأی نفر آخر 198,835 یعنی 2,5 درصد دارندگان حق رأی در تهران است. خامنه ای مجلس جدید ارتجا را از عناصر غیرخودی تصفیه و با مزدوران سرسپرده پر کرده است. موجوداتی از قبیل ابوالفضل زهروند، تروریست سابقه دار در ایتالیا و عراق و افغانستان و زهره لاجبردی دختر جلاد اوین در این شمارند. یازده مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس ارتجا در روز هفتم خرداد 1402 با حضور جمعی از کارگزاران لشکری و کشوری و سران قوا برگزار شد. ابتدا رئیس هیئت رئیسه سنی مجلس دوازدهم مرکب از علایالدین بروجردی رئیس و عباس قدرتی و عبدالحسین همتی به عنوان دبیران هیئت رئیسه سنی در جایگاه ریاست مجلس قرار گرفتند و نمایندگان سوگن نامه نمایندگی را قرائت کردند. پیام خامنه ای توسط گلپایگانی رئیس دفترش قرائت شد و محمد مخبر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری سخنرانی کرد. پیام خامنه ای بر مهار مجلس نشینان تاکید داشت و شامل دوازده توصیه بود. تعامل منضبط و همدلانه با قوای دیگر دعوت کننده به همدلی و برادری در محیط عمومی کشور پرهیز از مسابقات بیفایده رسانهی و مجادلات مزر سیاسی سوگند نمایندگی نمایشی و تشریفاتی نیست رفتار جمعی صحیح و صبورانه در داخل قوه مغننه در پیش چشم داشتن بند بند سوگند شرعی نمایندگان در همه مدت نمایندگی پایبندی به سوگند میار قضاوت درباره عمل کرده خیش رعایت فضیلت های اخلاقی در عرصه چالش های سیاسی و رقابت مشروع توجه به کیمیای تقوا و گذشت کار اصلی نماینده تأمین منافع ملی پرهیز از تصویب طرحهای آبادانی به صورت افراطی پیگیری مسائل حوزه انتخابیه در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور مخبر هم در بخش های از سخنانش در افتتاح مجلس سیزدهم گفت در این جریانات اخیر حس کردم که هیچ عمل صالحی بالاتر از خدمت به مردم و طبعیت از رهبری نیست گاهی شهید رئیسی از برخی مسائل ناراحت می شدند و میخواستند حرفی بزنند و یا عملی انجام دهند اما به بنده میگفتند اگر این کار را انجام دهم ده دل آقا ناراحت می شود با این جمله خودش آرامش می یافت و این کار را نمی کرد یکی دیگر از مسائلی که ایشان فوق العاده بر آن اصرار داشت این بود که تدابیر آقا به هیچ وجه زمین نماند حقیقتا مقید بود که یک دستور حضرت آقا که امکان اجرای آن وجود داشته اما به قدر مطلوب انجام نشده است باید با تمام تلاش دولت و شخص خودش به سرانجام برسد دولت با مشکلات جدی و زیادی روبرو بودیم وضعیت درآمد کشور فروش نفت در حداقل خود بود روزی 700 نفر از کرونا از دنیا می رفتند تورم زیاد بود و دسترسی به دارایی های کشور در خارج از کشور وجود نداشت درآمدهای حاصل از فروش نفت که حدود 400 هزار بشکه بود به کشور باز نمی گشت و باعث تورم در داخل می شود. وضعیت این گونه بود که رئیس بانک مرکزی به کشوری می رفت و قرارداد می بست اما طرف مذاکره 24 ساعت بعد همه را لغو می کرد. در برخی کشورها که قرار و مدار می گذاشتیم 24 ساعته رئیس بانک مرکزی خود را تغییر دادند. لذا همین اتفاقات باعث شد برنامه ریزی سنگینی از سوی شخص رئیس جمهور طراحی شود. اعتقاد برخی بر این بود که امکان تحول در حوزه مسکن و حل مشکل آن وجود ندارد. اما تا کنون دو میلیون و چهار هزار زمین واگذار کرده و یا مسکن مهر را تمام کرده ایم. برنامه دولت این بود که در پایان این دوره تولید حداقل چهار میلیون مسکن را شروع شده داشته باشیم که در تعدادی از آن پروژه تمام خواهد شد و برخی نیمه تمام است. در این کشور یک روزی یک موشک آزمایش می شود. کل بازار کشور به هم می ریخت. کل شاخص ها دچار مشکل می شد. و صدای همه در می آمد که کار شما چه بلایی سر کشور آورده است. اما امروز ما توانستیم سه حکومت را مورد هدف قرار دهیم. دوازده در شورای کار مجلس جدید رژیم جنگ و جدال بر سر کرسی ریاست مجلس و هیئت رئیسه بالا گرفت. با توجه به اینکه قالیباف پس از سه نفر جپه پایداری نفر چهارم تهران شده بود این سوال مطرح بود که کاندیدای خامنه ای برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس کیست؟ عداد عادل که در زن مشتبه خامنه ای مدافع اصلی قالیباف بود و جپه پایداری را پاجوش چنار توصیف می کرد. از سوی دیگر حمید رسایی که به عنوان نفر دوم از تهران وارد مجلس شده بود، در همان روزهای اول با اشاره به غالیباف که چهارم شده بود گفت از مردم تشکر ویژه دارم که فریب بازیهای جریانات سیاسی را نخوردند و فریب شعار وحدت و لیست واحد و اینکه لولویی هست و همه ای ما را میخورد را نخوردند و انتخاب آگاهانه داشتند امیدوارم در دوره های بعد شاهد باشیم تا کسانی نتوانند با روابط فامیلی و نزدیک شدن به چهره ها و شخصیت ها و کیف کشی بدون اینکه صلاحیت لازم را داشته باشند در عرصه سیاست رشد کنند تشکر ویژه‌ای داشته باشم که این بار به قاعده غلط دوره های قبل تن ندادن و فریب بازی های جریانات سیاسی رو نخوردن فریب شعار وحدت و نمیدونم لیست واحد و اینکه اه... کسلولوی هست و همه و شعار اینا رو فریب اینا رو نخوردن و یک انتخاب آگاهانه داشتن من امیدوارم که در دوره های بعد در انتخابات های بعد هم شاهد باشیم تا کسانی نتوانند با روابط فامیلی با نزدیک شدن به چهره ها و شخصیت ها با استل... به اصطلاح با کیف کشی بدون اینکه صلاحیت های لازم ها داشته باشند در عرصه سیاست رشد کنند بسیاری از رسانه های حکومتی روز سهشنبه 15 اسفند 1402 نوشتند که مخاطب رسایی کسی جز قالیباف نیست. جالب اینکه این, این حرف های آخوند رسایی چند ساعت پس از سخنان ولی فقیه برای مهار جنگ و ها در تلویزیون رژیم پخش شد. اما روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در حمایت از قالیباف به رسایی تاخت و نوشت رسایی برخی افراد را رشد یافته بدون صلاحیت در عرصه سیاست نامیده است. این حرف گذاری بسیار دقیق و درستی است اما مستاق عینی و اول آن خود اوست و باید نشان دهد که مراحل رشد سیاسی خودش چه بوده و از کجا آغاز کرده تا به اینجا رسیده است که در نخستین سخنان پس از انتخاب همه دقدقه های دلسوزان نظام و رهبری معظم برای وحدت و انجام وظایف نمایندگی بدون ورود به هاشیه ها را به کنار زده و با یک فرمان تفرق افکن و توهم قدرت و ریاست مجلس به جلو آمده است. جوان 16 اسفند 1402 در هفته اسفند 1402، خامنه در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان قبلی گفت چیزی که میتواند شیرینی مجلس جدید را نابود کند و از کارایی بیاندازد سخنان اختلاف انگیز و ستیزگری های دشمن پسند است. اون چیزی که می توان شیرینی مجلس جدید رو نابود کنه بنده جای یادداشت کردم سخنان اختلاف انگیز و دعوارا انداختن ها و ستیزگری های دشمن پسنده.